حالا من این رو اینجا پخش میکنم یا شما پخش میکنید؟ شما پخش میکنید، صداش انقدر قوی است که من بشنوم بتونم از دقیقه اگر ببینید اینجا تقریبا دقیقه 9 هشه، دقیقه 9 به بعدش. یه خورده عقبتر همونجا که موجی صحبتش تموم میشه، از همونجا یه خورده عقبتر. بازم عقبتر نه دیگه، عقب نرید، همونجا خوب بود. بدی خود جلو. همینجا. خیلی صدا مبهمه، مجبورم از اینجا پخشش بکنم. شما نگر دارید. من از همینجا پخش میکنم، حالا دیگه شما. حالا من اینجا خود واضح تر میشنوم. The BRICS group accounts for 26% of global gross domestic product. The bloc considers itself a counterweight to Western powers. BRICS leaders have all backed the idea of using local currencies to facilitate trade. They also plan to create a unified currency as an alternative to the dollar. The inclusion of Saudi Arabia, the UAE, Iran and Egypt. یه پیوستن این چهار تا کشور، یعنی ایران و مصر و عربستان و امارات و پیوستن آرژانتین توی اجلاس بریس که میگه در واقع گسترش این اجلاس بخشی از طرح ایناست برای ایجاد یک حکمرانی جهانی و فضای اون نظم چند قطبی و در واقع چند نه دیگه تک قطبی، چند قطبی در جهان. حالا اینکه رئیس سازمان ملل که دیگه داره میگه که ما داریم به سمت یک جهان چند قطبی حرکت میکنیم. But multipolarity in itself is not enough to guarantee a peaceful or just global community. To be a factor of peace, equity and justice in international relations, multipolarity must be supported by strong and effective multilateral institutions. که داره میگه که برای اینکه این اتفاق درست رخ بده، چند قطبی شدن جهان نیاز به سازمان‌ها و نهادهای چند قطبی داره. یعنی در واقع شما همونجوری که سازمان ملل برای جهان تک قطبی بود، خود رئیس سازمان ملل اینجا داره میگه که حالا که جهان داره چند قطبی میشه، انگار ما به چند تا سازمان ملل احتیاج داریم. فهوای کلامش اینه. UAE President Mohammed bin Zayed said he appreciated the inclusion of his country as a new member of the important group. We respect the vision of BRICS leadership and حالا داره میگه که در واقع محمد بن زاید اون داره احترام میذاره به افقی که، یا تقدیر میکنه از افقی که بریکس داره و رهبری بریکس داره و پیوستن امارات رو به عنوان یک کشور به این گروه، اینو داره تشکر میکنه بابتش.
as a member to this important group. We look forward to a continued commitment of cooperation for the prosperity, dignity and benefit of all nations and people around the world. و میگه که ما متحدیم برای این که برای اون همکاری و رفاهی که در جهان و برای کشور مختلف مردم در جهان رخ بده. ببینید یک کسی داره در قامت اماراتی که خب به حال امارات میدونید چه عقبه‌ای داره دیگه، داره تشکر میکنه بابت این که پذیرفته شده در یک سازمانی که طبق نظم جهان چند قطبی شکل گرفته، این سازمان بریکس، و داره بابت این موضوع تشکر میکنه. یعنی حالا فرض بکنید که اگر جهان چند قطبی نبود و بریکس وزن لازم رو نداشت، طبیعتاً همچین اتفاقی نمیافتاد دیگه. یعنی این وزن در جهان چند قطبی و جهان چند قطبی شده و بعد اهمیت پیوستن به این سازمان ها و نهادها برای کشوری که اساساً امارات برساخته استعمار دیگه، از دل امپراتوری عثمانی بیرون اومده، نقش کشورهای استعماری مثل انگلیس توی شکلیش خیلی بالا بوده. حالا این داره تشکر میکنه بابت پیوستن به چیزی که به نوعی داره رقابت میکنه با سازمان مللی که اون هم زایده و برآمده از نظر نهادی خود انگلیس و ایالات متحده و کشورهای آنگلوساکسونه. یعنی این جهان چند قطبی که خود رئیس سازمان ملل داره میگه که چی؟ جهان چند قطبی شده، پس نیاز به سازمانها و نهادهای شبیه سازمان ملل داره به صورت چند قطبی، یعنی همون مولتی پولار ورد، یعنی جهان چند قطبی به تبعش مولتی در واقع اینستیتوشن، یعنی اون نهادهای چند جانبه‌ای که بتونن این جهان چند قطبی رو اداره بکنن. و حالا تو این فضا یک کشوری مثل امارات که برآمده از مدل استعماری انگلیسه و غرب اساساً اومد امپراتوری عثمانی خورد که توی جنگ جهانی اول و آرام آرام این کشور از توش در اومدن، حالا اینا دارن افتخار میکنن به اینکه دارن به یکی از سازمانهای فضای جهان چند قطبی میپیوندن. و اینجا داره تشکر میکنه باید این پذیرفته شدن. The bloc's expansion raises the question of potential de-dollarization, process by which members would gradually switch to using currencies other than the US dollar to conduct trade. که حالا داره میگه که اساساً این سازمان از نظر اقتصادی میخواد دلار رو کنار بگذاره و کشورهایی که توی این سازمان هستند از ارزهای خودشون دارن استفاده میکنن، از ارزهای غیر از دلار استفاده میکنن. The expansion also takes place at a time when some BRICS members, namely Russia and China, are locked into rising tensions with the West. Experts believe that choosing و میگه که گسترش این سازمان دقیقاً داره در چه زمانی اتفاق میفته؟ تو زمانی که اون اعضای اصلی مثل روسیه و چین تنش دارن با غرب و خصوصا آمریکا، و این به نوعی یک نوع دهنکجیه برای اینکه توی اون تنش اینها بیان به این سازمان بپیوندن. و میگه که ایران به عنوان کشوری که خب طبیعتاً از همه این کشورها جلوتر و شاخص‌تر، نگاهش و فراتر از نگاهش عملش کاملاً یک کشور ضد غربی، یعنی بیشتر از اینکه روسیه و حتی چین ضد غربی و ضد آمریکایی باشن، ایران از همه اینها جلوتره تو این دیگه. حالا وقتی همچین کشوری شما عضو بریکس می‌کنی، طبیعتاً این نشون دهنده اون نگاه اعضای اصلیه نسبت به خود غرب و ایالات متحده. که میگه اینا اول با 4 عضو شروع کردن، بعد آفریقای جنوبی رو هم سال بعدش اضافه کردن و یک بانک توسعه رو در سال 2015 ایجاد کردن که حالا این بانک توسعه به نوعی میخواد بیاد جایگزین همون بانک جهانی بشه که توی نظم بعد از جنگ جهانی دوم دوقلوی سازمان ملل، یعنی از نظر اقتصادی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اینا شکل گرفتن از 1945. طبیعتا حالا
این اتفاق میاد توی 2015، یعنی تقریبا میشه گفتش که چیز بوده 70 سال بعد، 60 سال 70 سال بعد این اتفاق میفته که یک بانکی حالا میاد به این شکل به عنوان بانک توسعه شکل میگیره. More than 40 countries have expressed interest in joining BRICS and 23 formally applied to join the club, which already represented a quarter of the global economy and 40% of the world's population. که میگه یک چهارم اقتصاد جهان و 40% جمعیت جهان رو داره، که حالا اینا رو خیلی تو خبرها شنیدید و توی این فضا کشورهای زیادی تقاضا داشتن که بیان عضو بریکس بشن. بله، حالا این چیزی که هست در مورد پیوستن ایران به بریکس و جایگاه اون، شاید میشه گفت برجسته ترین نکته ای که تو این صحبت ها و تو این تحلیل ما دیدیم همون صحبت های رئیس سازمان ملل بود. یعنی خود رئیس سازمان ملل داره میگه که چی؟ جهان چند قطبی شده، پس دیگه فقط سازمان ملل نمیتونه در جهان چند قطبی عمل بکنه، نیاز به سازمان های دیگه ای هست برای اینکه این خلع رو در جهان چند قطبی پر بکنه. حالا بریکس یکیشه. طبیعتا اون بحثی که مطرح بود تحت عنوان کشورهای جمع شدن کشورهای تحریم شده کنار هم و بحث باشگاه تحریمی ها و مواردی از این دست، اینها میتونن نهادهایی باشن که شبیه بریکس، بالاخره بریکس از یه جای شروع کرده به اینجا رسیده دیگه، اینها هم از یه جای شروع بکنن و کار رو پیش ببرند، اینها طبق این حرفی که خود رئیس سازمان ملل میزنه محل رشد و جای شکل گیری و گسترش دارن. یعنی هم میتونن شکل بگیرن هم میتونن جا باز بکنن، چون اصلا الان یک خلایی وجود داره، یک فضای ایجاد شده بعد از این که دیگه جهان از اون حالت تک قطبی خارج شده و شما در واقع بریکس رو از حیث تکمیل اون جنبه اقتصادی کنار دست مثلا یه پیمانی مثل پیمان شانگهای ببینید، چون پیمان شانگهای بیشتر جنبه امنیتی و جنبه نظامی داره. حالا ایران عضو شانگهای هم شد که حالا توی اونجا شما روسیه و چین رو میبینید، کشورهای مثل هند و پاکستان اینا هم توش هستند. این سو شما میاد بریکس رو میبینید که حالا اون جنبه اقتصادی توش بیشتر برجسته است و پررنگه، که باز توی اینها هم تقریبا این سه قدرتی که به عنوان قدرت‌های نوظهور در تقابل با غرب و اون سه جانب گرایی که مطرح موضوعیت دارن، یعنی ایران، روسیه و چین، الان هر صداشون هم توی بریکس هن هم توی پیمان شانگهای هن. یعنی سازمان ملل یک نظمی بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد که توش یک ساختاری از قدرت شکل گرفت، حالا داره تو فضای جنگ جهانی پنجم و جنگ سرد جدید یک ترتیبات دیگه اتفاق میفته و یک نهادهای دیگه شکل میگیره و این نهادها در واقع آینده پس از این نظم جدید رو، همونجوری که اینجا هم دیدید، این نظم جدید رو اساساً رهبری خواهند کرد و به هر حال اون خلایی که داره ایجاد میشه رو پر خواهند کرد. در مورد بریکس حرفای زیادی زده شده و نکات زیادی گفته شده، اما چیزی که هست اینه که ما هنوز شاید به موضوع نقش ایران در اقتصاد جهان، نقش ایران در سیاست جهان، حالا اینجا بیشتر پیوستن ایران به بریکس بهش توجه سیاسی امنیتی و استراتژیک شده، درست یک سازمان اقتصادیه، اما همه دارن این رو از حیث اقتصاد سیاسی تحلیل میکنن که ایران یک کشور ضد آمریکاییه، حالا وقتی میاد توی بریکس در واقع داره یک پیامی رو به این شکل، این کشور رو عضو بریکس با قبول کردن عضویت ایران دارن به غرب و آمریکا صادر میکنن که اون تقابله و اون تنشه همین که توی این تحلیل هم دیدید مسئله است و جدیه و داره این کار توی اون ساختار اتفاق میفته. اما یه چیز دیگه‌ای که داره رخ میده و کمتر بهش توجه میشه، این نظمیه که الان رخ داده و
به وجود اومده، یعنی اون سه قدرت و سه جانب گرایی که در مقابل غرب شکل گرفته، ایران، روسیه و چین، و به تبعش اینا دارن یک آرایش جدیدی رو ایجاد میکنن و بقیه کشورها باید تصمیم بگیرن. ببینید مثلا امارات الان حالا درست اومده، الان عضو بریکس شده و ابراز خوشحالی داره میکنه، اما امارات کشوریه که برساخته تمدن غربه، یعنی اینها اومدن تو نظام استعماری خودشون این رو شکل دادند، وگرنه یعنی امارات به عنوان کشور اصلا موضوعیت نداشت، جزئی از امپراتوری عثمانی بود. این میاد ابراز خوشحالی میکنه که آقا من عضو بریکس شدم، خیلی خوشحالم از این اتفاق، و داره تشکر میکنه بابت اینکه پذیرفته شده به عنوان عضوی از بریکس. این یعنی اینکه توی نظام جدید و توی این نظم جدید و این نهادهای جدید، نظامات جدید، کشوری مثل امارات اساسا از این اتفاق و از این پیوستن به این نظم جدید اولا چاره‌ای ندارن، بعد خوشحالن از این اتفاق. ما بیشتر باید به اون نظمه توجه بکنیم. حالا اینکه به تبع این نظمه ایران حالا با پیوستنش به بریکس چه چیزی گیرش میاد، یه بانک توسعه‌ای داره میتونه ازش وام بگیره. حالا اینا که همون نهادهای مرسومن، حالا اون بر مثلا اون بانک جهانی داشتن، شما میگین به بانک توسعه را میدسی، اونا هم وام میدن، شما هم مثلا وام میدی و وام میگیری. اینا که اون سازوکارهاییه که همچنان ما داریم توی مسیر تمدن غرب پیش میریم. یعنی اگر شما همچنان بیای از بانک استفاده کنی، از وام استفاده کنی، همه این موارد طرح جدیدی در نینداختی. یعنی از نظر تمدنی، یعنی هم روسیه، هم چین، هم ایران، هم بقیه این کشورهایی که حالا تو عضو بریکس هستن، اینا کاملا دارن با همون ترتیبات پیش میرن. فقط دارن میگن که آقا شما بانک جهانی دارید، حالا ما اومدیم بانک توسعه را انداختیم. شما مثلا سازمان ملل دارید، ما اومدیم مثلا پیمان شانگهای را اندازی کردیم و به هر شکلی. حالا چیدمان اینها چیه، چه سازوکاری داره، کم و بیش اینا دارن تو همون مسیر پیش میرن. اینکه شما بتونید مدل جدیدی رو پیش برید، طرح جدیدی رو در بیارید، یعنی همین جور که الان داره نظم جدید تغییر میکنه، به تبعش فقط نهادهای مشابه اون چیزی که توی غرب هست شکل نگیره، یک نهادهایی شکل بگیره که اینا شبیه اونا نیستن، جور دیگه عمل میکنند. این میشه در واقع یک حرکت جدید تمدنی در نظم جدید شکل گرفته در جهان. به هر حال ایالات متحده تونسته نظر تمدنی کاری بکنه که نظامات مختلفش در جهان جوری جا بیفته که شما وقتی میخوای بیای مخالفت هم باش بکنی، داری از همون نهادهای اون استفاده میکنی، یعنی داری از همون بانک استفاده میکنی. حالا اگه میخوای مثلا دلار رو بذاری کنار، داری باز از یک فیات استفاده میکنی، یا از چند فیات استفاده میکنی، مثلا یوان فیات مانیه، روبل فیات مانیه، ارزهای هر کدوم از این کشورها فیات مانیه. اگر بله رفتین حالا موضوع این که از طلا استفاده بکنن، اینا یه سری مسائلی که مطرح شده، ولی اینکه واقعا اینا در عمل بتونن همچین کارهایی بکنن، اینها میشه حرکت‌های تمدنی. یعنی اینکه شما بتونی در واقع علاوه بر ترتیبات جدیدی که ایجاد می‌کنی، علاوه بر اینکه از سازمان ملل دیگه کمتر می‌خوای استفاده بکنی، می‌خوای از پیمان شانگهای استفاده بکنی، از بانک جهانی می‌خوای کمتر استفاده کنی و ترتیبات اقتصادیش مثل گروه 7 و بیای مثلا از بریکس استفاده بکنی، حالا آیا روش های جدیدی هم داری که مثلا از فیات مانی استفاده نکنید به عنوان کارنسی، از مثلا یک ساوند مانی استفاده کنید مثل طلا که ارزش ذاتی داره و اون رو به عنوان حالا پول رایج بین خودتون بپذیرید، یا نه همچنان میخواید بر همون منوال برید. اینا اون مواردیه که خب طبیعتاً باید بهش توجه بشه، و اگر این اتفاقات رو شنید که داره میفته، خب اینها میتونه ثمرات جدید داشته باشه. وگرنه فعلا ما داریم بر اساس اون آرایش‌های امنیتی، سیاسی و نظامی و اصطلاحاً ژئوپلیتیک یک ترتیبات جدیدی رو در جهان میبینیم که این فضا رو دیدید که تو صحبت‌های آقای سالیوان هم که هفته قبل داشتیم توی ابتدای صحبت‌هاشون دیدیم این بود، یعنی گفتش که بایدن در شرایطی بر سر کار آمد که اساساً یک نظم جدیدی از حیث ژئوپلیتیک در جهان حاکم شده بود و ما تو نظم جدید باید عمل میکردیم. یعنی خود اینها هم پذیرفتن که جهان نظر ژئوپلیتیک تغییر کرده و دیگه اون جهان تک قطبی سابق نیست، پس باید تو نظم جدید یک طرح جدیدی رو ایجاد کرد. نمیشه با همون اجماع واشنگتنی قبلی عمل کرد. اجماع واشنگتنی دو
برای یک جهان چند قطبی اصطلاحاً مولتیپولاره و اینکه همچنان آمریکا بتونه رهبری خودش رو در این جهان حفظ بکنه، در همون جهان تک قطبی، یعنی رهبر بود، رهبری کرد، حالا هم بیاد در جهان چند قطبی هم رهبر باشه و رهبری بکنه اقتصاد جهان رو.